سلام میکنم به همگی. اینو اگه بشه درستش سلام میکنم به همگی. خیلی خوشحالم که اینجا پیش شما هستم و خوشحالم که با این فیلم در خدمت شما هستم. قبل از هر چیز دلم میخواد که نمایش امشب رو تقدیم کنم به نازنین بانویی که یادگار خانواده سنتی است و افتخار دارم که امشب در خدمتشون هستم، خانم مهدخت سنتی عزیز. من حالا حتما برجا در تیتراژ دیدید، ولی دوست دارم که اینجا در کنار من دعوت کنم از زهرا دولت آبادی عزیز که تشریف بیارن که بگم که اگه این فیلم ساخته شد دلیلش زهرا دولت آبادی. حالا قصهشو میگم که زمستون فکر میکنم 87، من تاریخ ها رو باید در واقع فارسی بگم، از طریق دوست عزیزی سهراب مهدوی با من تماس گرفتن که زهرا دولت آبادی خواهرزاده آقای سنتی است و قراره یک فیلمی در مورد گلاب زهرا و این مجموعه بسازه. یادمه که قرار بود رضا بدیعی عزیز هم در واقع همکاری داشته باشه با ایشون و از من خواستن که در واقع کمک کنم به اینکه شرایطی فراهم شه به عنوان شرایط تولید که بیان مثلا 3 ماه 4 ماه بعد که زمان گل و گلابگیری هست بیان ایران و این فیلم رو بسازن. من هم با کمال میل در واقع این مسئولیت رو پذیرفتم که شرایط پروداکشن رو براشون در ایران فراهم کنم و برجت اتفاقاتی افتاد که زهرا و آقای بدیعی منصرف شدن از اومدن به ایران و این پیشنهاد رو به من دادن که در واقع تا جایی که یادم قرار بود یه فیلم کوتاه مثلا 10 دقیقه‌ای ساخته شد در معرفی شرکت گلاب زهرا. حالا خلاصش میکنم، من که رفتم نتیجه شد این و این فیلم ساخته شد که البته بعد از ساختنش آقای سنتی کوتاه نیومد و من با اون 10 دقیقه رو لازم داریم و برجت اون هم من بعد برشون ساختم. برجت خیلی خیلی خوشحالم که این شانس نصیب من شد. برجت من همشهری آقای سنتی هم و از کودکی میشناختم همایون عزیز، شهیندخت عزیز رو و این افتخار رو هم داشتم، چند باری قبل از این فیلم دیده بودمشون و برجت انگار یک لطف آسمانی شد که این اتفاق بیفته و واقعا جز به فیلم هاییست که مفتخرم به ساختنش و خوشحالم که در واقع این فیلم تأثیرش رو روی بیننده هاش هم بذاره. شما I was going to ask if there are only English-speaking audience here, in which case I can translate or you can ask questions. And I'd like to make this a bilingual event if possible, because I don't want anyone to feel unable to communicate. You speak Persian? Excellent! Okay! من البته پرسیدم، گفتن همه اینجا فارسی صحبت. Okay. یه نفر آمریکایی داری؟ Okay. اونو شما براش ترجمه کن. نه، من واقعا مفتخرم که امشب بالاخره ما چند سال با هم فقط به وسیله ایمیل و تلفن در تماس بودیم، بالاخره امشب من تونستم با آقای مجتبی میرتحماس اینجا بشینم کنارشون و این فیلم رو با هم تماشا کنیم. به هم دلیل واقعا یه معجزه است، چون خیلی طول کشید تا بتونن از ایران بیان بیرون و رفتن تو فرودگاه بهشون پاسپورت ندادن. خلاصه خیلی خیلی کار آسونی نبود اومدن آمریکا و خلاصه بسیار بسیار
مخصوص برای من هست واقعا. برای من هم میشه. سوال بکنم؟ کسی سوال داره؟ من سوال دارم مگه میخواهی؟ چون میخواهم بدونم من دایی همایون اصلا یک کسی بود که حتی نمیذاشتم ازش عکس بگیره، چه برسه به اینکه فیلم برداری کنه. اینکه این داکیومنتر درست شده واقعا این خودش یه معجزه است که فقط مشتاوجه میتونه برامون تعریف کنه چطوری تونستین. من زمانی که درجات تا قبل از اینکه نیومدن زهرابای بدی روشن شه، خب در واقع فقط یه کانکشن تولید داشتم برای بابایشون. بعد سعی کردم میخورده در واقع خودم رو معرفی کردم و اولین قرار رو قبل از فیلم برداری یک جلسه من رفتم کرمان که آقای صنعتی لطف کرد و خودشون اومدن فرودگاه و از همونجا مستقیم رفتیم لاله‌زار که فاصله نزدیک به یک ساعت و نیم تا کرمانه و تو را کلی صحبت کردیم و حالا من خودم جوان‌تر بودم، سعی کردم دلبری کنم، هی از خودم حرف بزنم و ولی واقعیت این که اصلا تو کتش اصطلاحا نرفت که کاری جز اون چیزی که خودش فکر میکرد فیلمی در باره گلاب زهرا، یعنی محصول گلاب و گلاب زهرا ساختش. من در واقع کاری که کردم اینه که تو گفتگوهایی که برجا دو روز سه روز با هم بودیم پاشن آشیل آقای صنعتی رو پیدا کردم و اون شهین دختر، یعنی اینکه هر جا اسم شهین دختر می آوردی می شد دیگه آقای صنعتی همه جور صحبت کنه، اطلاعات بده، حرف بزنه و منصوب کنه به اینکه خب این کاره بود که شهین کرد. من از یه جا در واقع ایشون گفتم که پس اجازه بدین من اینا رو تصویری ضبط کنم، من که خودم آدم خنگم و باید اینا رو ضبط کرده باشم که بعدا بتونم استفاده کنم. ایشون به این شرط پذیرفت و شرطش با من این بود که اوکی فیلمی که خواهی ساخت یک فریمش من توی فیلم نباید باشم. گفتم بسیارش و مرجعت من تو بود. دو مرحله این فیلم ساخته شد، یکی توی فصل اواخر اردیبهشت تا به مدت 40 روز که فصل گل برداشت گل و گلابگیریه، فصلی که از قبل هماهنگ شده بود که شما بیایید و در واقع اون بخش رو من حدود فکر کنم از اینکه 8 روز فیلم برداری کردم، بلافاصله رفتم توی مونتاژ و دیگه فهمیدم چه چیزایی کم بودای فیلمه که یک سفر هم زمستون رفتم و فکر کنم 6-7 روزم اون ایام فیلم برداری کردم و همش هم با کلید رمز شهین دخت من در واقع ایشون رو میشناختم، پای دوربین رو صحبت میکردیم و فیلم رو تا زمستون اواخر در واقع یادم شبیه اون سال مونتاژ کردم. به ایشون گفتم که فیلم حاضره و ایشون هم لطف کرد اومد تهران. من خانم ایپکچی که مونتور این فیلمه من گفت خب حالا میخوای چی نشون هر سرعتی بدی که توش نباشه؟ گفتم حالا من واقعا چون دفتر من دفتر شلوغی نیست ولی اون روز زنگ زدم و هر که فکر میکردم گفتم بیاد که حداقل این صنعتی تو در رسید بقیه زیاد. من فیلم رو گذاشتم با برادرشون، ایشون اومد و تو اتاق مونتاژ شرطی فراهم کردم، ایشون فقط هم با مونتورم از پنجره من فقط ایشون رو میدیدم، دیدم که با شروع فیلم در واقع آقای صنعتی با تمام این حسای فیلم رفت و فیلم تمام شد. من رفتم نزدیک در، من که دارم میگم شوخی نیست، من رفتم نزدیک در که در واقع امکان عکسو داشته باشه. ایشون از اتاق مونتاژ من که من بیرون با همون نگاه تیزش از دور من نگاه کرد و تند اومد سمت من، منو بغل کرد و رفت و فردای اون روز به من زنگ زد و گفت که من نظرم نسبت به سینما عوض شد و فکر میکنم که تو تونستی در واقع همین چیزی که من به عنوان احساساتم رو در واقع فکر میکردم و فکر میکردم ممکن نیست بتونه در فیلم پیش بیاد و منعکس شد و منعکس کنی، من خدا رو شکر کردم و ولی باشون یه قرار رو گذاشتم که اینو رو در رو از ایشون بشنوم و
واقعا مجوز پخشش رو بگیرم که ایشون لطف کرد این کار رو من داد این مجوز رو، ولی به من گفت یه هفته وقت داریم 10 دقیقه دیگر آماده کنیم. این قصه اصولا آقای صنعتی بود و یادمه که چون برجت اصلا آدمی ساده نیست آقای صنعتی، یعنی من واقعا مدام مورد اتهام بودم از سمت ایشون که میگفت این کارا چیزو میکنی، برجت اصلا شغل آورمند وجود داره، باید کار یاد بگیری کار کنی. و منم گفتم من تا الان این کار کردم بجزی این بلد نیستم، حالا امیدوارم بتونم در کنار شما این کار بکنم. ولی بیارا بگم یکی از بزرگترین اتفاقهای فیلمسازی من بود ساخته شدن این فیلم، چون به هر جد فکر میکنم کمتر از 1 سال بعد، یعنی از زمان که فیلم آماده شد 6 ماه بعد آقای صنعتی از دنیا رفت و خوشبختانه این فیلم از ایشون موند و واقعا خوشحالم که فیلم تونست این آدم و این کار رو و این منش و به نظر من این مکتب رو، یعنی همایون صنعتی یک مکتبی از آموزه ها داره که نمونش اینه، در همه کاراش این الگو رو پیاده کرده بود و این رو تونستم ثبت کنم. کلیپ های خاکسپاری شمیخانو بود یا آقای صنعتی و از کجا بود؟ نه، کلیپ ها در واقع در زمان حیات آقای صنعتی ساخته شد. کلیپ ها هم در واقع آرشیوی بود که من به کمک زهرا و سایر دوستان و خانواده پیدا کردم. نسخه های خیلی کم کیفیتی بود که من اینجور مجبور شدم حتی کادرمو کمپرس کنم، ولی فکر میکنم بیش از 2 ساعت راش بود در واقع که من این بخش رو ازش سلیکت کردم که در واقع آقای درویشی هم موسیقی این بخش رو ساخت و در واقع اینو انجام داد. من خواستم بگم که وقتی خاله شاهین رفت من اینجا بودم و با دایی صحبت میکردم، بعد گفتم دایی من خیلی دلم میخواست اگه میشد یه فوتجی از این اتفاق برات بگیری و اینا، گفت که من حتما این کارو میکنم. و میبینی ما همه به همه خیلی قول میدیم ولی قول انجام نمیدیم. وقتی که این فوتج به طرف من اومد و من به دستم رسید، از اون حالت ها بود که میدونستم دایی دوباره وقتی که چیزی به من گفته انجام داده، فقط نبوده که من بخواد مثلا به من یه قولی بده که انجام نده. خلاصه به همین دلیل اصلا این فوتج هست، چون من ازش خواهش کردم که فوتج رو بگیرم. خانم باشه من خواستم این فیلم همون درجینی بود که واقعا صنعتی دیدن که چیزی عوض شد بعد از اون؟ نه من حقیقت یعنی اون زمان به این فکر میکردم که ممکنه آقای صنعتی مخالفت کنه و من این فیلم رو فقط بدم به خودشون بگم پس مال شما، من میام 10 دقیقه رو میسازم و فیلمو کامل، یعنی من با فیلمو میکس شده با موسیقی و اتالنا شده، یعنی کامل فیلم رو تموم کرده بودم، آماده این که البته منتظر بودم که اگر نظراتی دارن در صورت چیز اضافه بشه، ولی ایشون به همین فیلم اوکی داد و در واقع همین نسخه است که ایشون دید و بعد پخش شد. من بایدم بدنم بازخورد افراد محلی و منطقه‌ای که با این سیستم برای معاش رو کردن و فیدبکی که شما گرفتید از این برخورد مردم منطقه چی بودید و نظرات اونا وقتی بدونید خود اونا؟ من فقط یعنی اولین نمایش عمومی فیلم رو بعد از اینکه در واقع آماده شد آقای صنعتی تایید کرد، با در واقع پیشنهاد من موافقت ایشون در پرورشگاه صنعتی کرمان صندلی گذاشتم توی حیاط و یه اسکرین موقت و با بچهای پرورشگاه، بچهای در واقع از لاله‌زار اومده بودن و تعدادی از دوستان و آشنایان آقای صنعتی اولین بار، جمع 500 نفری خیلی دلنشینی هم بود، اولین نمایش رو اونجا گذاشتیم با اونا دیدیم. این تنها نمایشی بود که من توی محل با دوستان دیدم، ولی من خیلی جا این خاطره رو تعریف کردم. فیلم که تمام شد یک خانم بسیار مسن کرمانی با چادر و
در واقع خمیده اومد من پیدا کرد، گفت که ننه تو این فیلمو ساختی؟ گفتم بله. گفت یه دونه شو بده من. من گفتم شوخی کردم، گفتم دونه ای نیست، اینا رو ما با وانت میاریم در واقع پخش میکنیم. گفت نه یه دونه شو میخوام. گفتم برای چی میخوای؟ گفت که من یه روش نشد که بگه مشکل پسر جوونش در خونه چی، من میتونستم حد بزنم ما این پسری دارم تو خونه نشسته از خونه بیرون نمیاد، بهش کار نمیکنه، میخوام ببرم نشونش بدم، میگم پاشو برو کار کن. و به نظرم این تاثیر رو در واقع گذاشته بود. این البته تنها بازخوردی که من داشتم، ولی با خود بچه های گلاب زهرا مدیر عاملش آقای مصطفی اینا بعد از اینکه مثلا پخش یه خورده گسترده تری شد و تلویزیون ها نشون دادن، در واقع تأثیرش توی حتی به نظرم بخش اقتصادی خود گلاب زهرا هم مؤثر بود و تا این حدش رو میدونم بقیه شد. من نمیشونم ببخشید. زمانی که حادثه تصادف خانم صنعتی اتفاق افتاد شما اونجا فیلم برداری میکردیم یا چون اتفاق افتاد رفتیم؟ آه. نه اون بخش با زمان فیلم برداری چی؟ الان توضیح دادم اون بخش آرشیو بود، چون زمانی که فیلم ساخته بود شد 3 سال بود که شاهیندخ فوت کرده بود و این در واقع اون بخش آرشیوی بود که زهرا توضیح داد که در واقع جز آرشیو خود آقای صنعتینا بود که به دست من رسید. من جواب هر دو سوالتون انشالله است دیگه. ببینیم چی واقعا چی میشه. یعنی اولا موضوع تصادفات که بله به شدت موضوع نگران کننده است، چون میدونید اگر تقسیم کنید تعداد تلفات جاده های ما از تعداد در سال از تعداد تلفات جنگمون بیشتره و بخشش به نظر من خب باید طبیعتاً دولت و اصلا تلویزیون روی این بخش کار کنه که مردم اطلاع پیدا کنن. نمیدونم چرا نمی کنن یا در واقع مسئله پیش نمیره، ولی خود من چند سال پیش یک پروژه داشتم که خب طبیعتاً این پروژه هم بجز چراغ سبز دولت و حداقل نیروی انتظامی شدن این نیست، به من اجازه این کار ندادن. بخش خصوصی هم به نظر من از این جنس کارا سخت انجام بده، چون ارتباطای با ساختار در واقع دولتی حکومتی میخواد. در مورد بخش کارگاه واقعیت اینه که من تقریبا هیچ وقت نکردم این کارو، یعنی شاید اصلا بلد نیستم معلمی و درس دادم، بیشتر شاید با تجربه
فیلمسازی خودم میتونم صحبت کنم، ولی واقعا در مورد هر دوش انشالله رو میگم که اگر بشه که ایش. ما تو دنیای اینترنت، من خودم کار کامپیوتر بکنم، یه چیزی داریم به نام کراودفاندینگ. یعنی شما میگید یه پروژه رو میذارید تو اینترنت، بابتش تقاضای بودجه میدید. خاطر من فکر کنم مخصوصا چون جوانای استارتاپی ایران هم الان خیلی دارن روش میکنن، اگر مشکل مسئله بودجه هست میتونه یه شکل میشه. نه بودجه واقعا نیست. آقای میتونم حاس خانم دولت رو من سوالی که خودم دارم باجست دوباره راجب فیلم، راجب مکتب آقای صنعتی شما اشاره کردید. یه چیزی که من به خصوص توی این فیلم برام خیلی جالب بود، وقتی که آقای صنعتی زندان بودن اهالی اون محل اتحاف کردن در حقشون برای آب و غیره و اینا، یه اشاره توی فیلم میشه، ولی وقتی آقای صنعتی برمیگردن و همینطور خانم صنعتی، انگار نه انگار دوباره از اول پرتوان پروژه های مختلف رو پیش میبرن. شما که از نزدیک در تماس بودید با هم خانم صنعتی هم آقای صنعتی، اگه لطف کنین راجع به مکتب این مکتبی که شما ازش اسپوردین بیشتر صحبت کنید. خب من درست لغت مکتب رو نمیدونم چجوری شما شاید راجع به بخود نه منظور من یه توضیح اولیه میدم. ببینید من معتقدم که چون حالا من تونستم فقط تایتل برخی از کارهایی که آقای صنعتی کرده رو توی در واقع این کار بکنم عنوان کنم و فوکوسمو بزنم روی پروسه گلاب زهرا، ولی چون در مورد بقیهش هم میدونم، معتقدم کانسپت ذهنی این آدم برای اینکه کار کنه و چگونه کار کنه و با چه شیوه هایی کار کنه توی شاید همه این مدل ها قابل تکثیره. به این دلیل میگم که این یک تفکر، یک مکتبی است که به نظر من تومان صنعتی نمونه خیلی خوبی از این جریانه. ببینید به نظر من چند تاشو تو این حالا خود این فیلم میگم. مثلا آقای صنعتی هیچ کاری رو به عنوان یک کار یعنی هیچ وقت نیومد بگه من میخوام این کارو گنده کنم. این کار رو شروع کرد و اونو هی توسعه داد رفت و به قول اون همکارش میگفت که با این کار کوچیک شروع شد، تاش هم نمیشد جمعش کنی که چه جوری انجامش. خب این شیوه است. بعضیا مثالش خود آقای صنعتی میزنه که دولت اومده اول یه مزرعه گل کاشته، هکتار ساختمون زده براش، ولی الان تازه باید بگرده که گلو چجوری جمع کنن، چجوری گلابش رو بگیرن. و اینا یه شیوه هایی است که پیدا میشه. یا مثلا تمی که عنوان صنعتی گفت و من خیلی جاروش تاکید میکنم، یه مثال داشت که همیشه میگه که مشکلات من سرمایه من بود. زندان رفتنش رو تو این قضیه مثال میزنه. خب ایشون میره زندان، اهالی هم خانم صنعتی رو دیگه به قول خودش میگه زورشون به سر شهیندخت میرسید و آب نمیدن به گلها. خود این آب ندادن از توش اتفاق بهتری میفته، چون به هر جهت من اینو بررسی کردم در واقع با یک استاد دانشگاهی که چون گل خب اصل گلها رو از کاشان آورده بودن و انواع مختلف، اون چیزی که باعث ویژگی گل این منطقه شده اتفاقا در اون زمانی بوده که این گلها آب ندادن، گلهای ضعیفتر احتمالا از بین رفتن و گلهای ریشه‌دارتر و قویتر ماندگار شدن. در واقع اونجا این اتفاق واسه اتفاق بهتر شد و مهم این بوده که این آدم میخواست این کار رو ادامه بده، یعنی اون رو دلیل در واقع عقبگرد یا عقب نشینی ندونست. همه این چیز هست که میشه مثالهای متعددی زد و مثلا میبینیم در فرانکلین همین اتفاق افتاده، در پرورش مرواریدشون همینجور بوده، کاغذسازی پاپی مثلا ایشون میره حالا با یک قصه خیلی جذاب که چجوری میاد و نمایندگی انتشارات فرانکلین در ایران میگیره، حجم انتشارات میره به تبع این بالا، کتابای جیبی و خب میره کاغذسازی، اولین کاغذسازی رو در ایران میزنه. بعد در واقع نیاز به چاپ خونه باعث میشه بره چاپ و افست رو بیاره. یعنی همه اینا به نظام این چیزایی به هم پیوسته است که تبدیلش میکنه از نظر من به یک مکتب که کافی این الگو رو خوب بررسی کنی و حتی در واقع به عنوان یک الگو اینو بتونی در کارهای دیگه هم ادامه بدی، کما اینکه خود ایشون هم کرده. من خواستم یه داستان خصوصی براتون تعریف کنم و این بود که دایی رو وقتی برده بودن زندان شکنجه میدادن
شلاق بهشون میزدن. یه فکرشو بکنیم بعد وقتی داشته شلاق یک کس به شلاق زده برگشته به این آدم چشمک زده. بعد این آدم که داشته شلاق زده میگه ای بابا یعنی تو داری لذت میبری از شلاقای من، میدونی؟ یعنی یه حالتی بوده که برای اون آدم یه سوال به وجود آورده. بعد از اون آدم وقتی میمد توی سل دایی براش چای میآورده، یعنی دایی میتونست یه جوری به چرخونه جریانو، مغزش یه جایی میرفت یعنی هر چیزی که به طرفش میومد یه طرزی فکر میکرد که هیچ کی دیگه فکر نمیکرد که حالا من میتونم این لحظه رو تغییر بدم با ریاکشنم. من با تاریخ فارسی میگم 83 آره دیگه 2004 بله 86 این فیلم برداری این فیلم انجام شد که 87 آماده نمایش شد و 88 هم آقای صنعتی فوت کرد. بله ایشون خیلی خیلی هم فکر میکنم راحت، یعنی شب در منظر تا جایی که میدونم مریضی داشتن ولی نیمه های شب مثل این که حالشون بد میشه و تموم میکنم. قصه ای داره و این قصه رو هم ما دنبال میکنیم. این قصه زمان خیلی هم پرکششه. خیلی دلم میخواستش که اگر ممکنه به طور کوتاه نظرتون رو در مورد سینمای داکیومنتری، سینمای مستند. سینمای مستند ایران یا اصولا سینمای ببینید واقعیت اینه که من حالا خیلی هم زود سینما رو شروع کردم و با سینمای داستانی شروع کردم، ولی اولین فیلم یعنی رفتم و اولین فیلم مستندم رو که ساختم کم کم وارد این جهان شدم و بی اغراق قید سینمای داستانی رو زدم، برای اینکه احساس کردم که اینقدر من چون اولا میدونید سینمای مستند حداقل برای من هیچ وقت با دانشم فیلم نساختم، من با کنجکاویم فیلم ساختم، یعنی رفتم دنبال یک موضوعی که بیشتر از یا قبل‌تر از هر کسی خودم چیزی یاد گرفتم و تونستم اونو تصویر کنم. این بخش بسیار لذت بخششه. این از سینمای داستانی نداره. و خب به شدت متکی هستیم و به پژوهش. یعنی پژوهشی که به جز اطلاعات پیدا کردن در مورد اون آدم هست، ارتباط نزدیکه. بی‌تعارف بگم خب عجز یه قلقایی هم داره، ولی نوع ارتباط من با آقای صنعتی که در تایم زیادی هم انجام نشد باعث میشه که ایشون راحت میتونه بشینه جلوی دوربین و اعتماد کنه که بتونه حرفاشو بزن. اینا اون شیوه هاییست که در واقع سینمای مستند جذاب میکنه و برای من حداقل متفاوتش میکنه از سینمای داستانی. دوم این که من معتقدم اینقدر حداقل تو ایران که هستم موضوعاتی وجود داره که آدم دیگه نخواد بشینه توی خونهش تخیل کنه قصه بنویسه بعد بره بیرون. و چلنج جذابی هم هست که تو با یک موجود زنده با یک جریان زنده بتونی درامتو ایجاد کنی که خب در واقع صرفا یه انتخاب و علاقه هست، کار ساده ای نیست. الان در حال حاضرم که هستیم سینمای مستند ایران به شدت زنده تر و جلوتر از سینمای داستانی ما داره حرکت میکنه. متاسفانه کمتر دیده میشه چون همچنان سینمای داستانی مثل همه جای دنیا جذابتره، حتی برای غربی ها هم سینمای داستانی ایران رو بیشتر میبینن تا سینمای مستند. ولی چون من برجست سالها هم کار صنفی در انجمن مستندسازان کردم، الان چیزی بیش از 400 مستند کارگردان مستندساز در ایران وجود داره که توی یک صنف جمعن و از نسل اول کسانی مثل شیردل، اصلانی، سینایی هستن تا جوانهایی که در واقع شغلشون مستندسازیه و با مستند زندگی میکنن، کار میکنن و این خیلی جریان زنده تر و جذابتری است از سینمای داستانی به دلیل ویژگیاش.
علی‌رغم همه مشکلاتی که سینمای مستند باز نسبت به داستانی در جذب سرمایه، در تولید و در پخش داره. من اگه بخوام خیلی کلی بگم در واقع ایناست. بقیه‌اش دیگه میشه سری تجربه‌های شاید شخصی و شیوه‌های شخصی که هر مستندسازی با یه مقدار تجربه بهش میرسه. ببینید در ذات بخشش در زمان فیلم، یعنی قبل از فیلم برداری تو پژوهش آدم فکر میکنه که چه جوریه، ولی در سینمای مستند موقع تدوینه که شما میتونی به قطعیت برسی که آیا با همین شیوه میشه رفت جلو یا نه. من به شدت در واقع دنبال اینم که همیشه با متریال فیلم مستند بتونم، چون اجزای سینما که واحده، سینما تصویر صداست در واقع، حالا در سینمای داستانی بازیگر، در مستند شخصیت و در هر دو قصه است. یعنی من قصه رو در سینمای مستند باور دارم، قصه معنای روایت، درام در واقع، و فکر میکنم این درام از دل خود شخصیت ها میشه در آورد و به هر جهت میگم اون چیزی هم که توی این موضوع، علی‌رغم اینکه موضوع شاید یک کار صنعتی در واقع، کاری که تو داری در مورد یک تولید صحبت میکنی، حالا تولید تبدیل گل به گلاب، ولی اینقدر این رابطه انسانی رو من دنبالش بودم که تو این پیدا کنم و خوشبختانه این اتفاق افتاد که این تونست در واقع اون روایت رو روی این روایت رو روی این رابطه انسانی استوار کنم که بتونم توش در واقع حرفا رو بزنم. ولی اینو ایدهش رو زمان فیلم برداری داشتم، هیچ قطعیتی تا زمانی که فیلمو مونتاژ کردم بهش نرسیدم، چون ممکن بود در نیاد و نشه و ازش صرف نظر کرد. مهمه. والا فیلم سالی که ساخته شد، سال 87، تقریبا جشنواره داخل ایران در واقع همه اون جشنواره شرکت کرد و همه اون جشنواره جایزه اولش رو گرفت. بیرون از ایران هم چند جشنواره بوده که در واقع فیلم رفته و جایزه گرفته، ولی این فیلم جزو اتفاقا فیلم هایی است که در فیلم های منه که بیرون از ایران زیاد دیده شد. یعنی این در واقع کشش داشت. اولین باری هم که در امریکا نشون دادن سال 2011 بود اگه اشتباه نکنم، که در واقع توی برنامه هیئت ایرانی فیلمساز ایرانی که قرار بود بیان که در واقع من نتونستم همراهیشون کنم، باز نشون داده شد. سوالی که من داشتم این بودش که اولا تشکر به خاطر اینکه دو انسانی که خاص بودن هدفی رو شروع کردن و بنا به گفته خودشون با یک کار کوچیک برای یک هدف بزرگ، برای قشر خاصی بازار کار ایجاد کردن. دو سوال برای من پیش میاد. آیا دولت در این کار نظاره داشته؟ دوم این که بعد از مرگ ایشون به چه شکل بوده یا هستش؟ دولت در کار گلاب زهرا منظورتونه؟ مدرسه به وجود آورده بودن، قشر پرورشگاه رو بهشون بازار کار ایجاد کرده بودن. شما میخواییم میدونید بعد از آقای صنعتی سرنوشت اون مجموعه چی شده؟ آره؟ من میخواییم این که قبلش آیا دولت هم نظاره داشته به این کار؟ این دیگه کارش نیست. استفاده برای دولت داشته؟ تو جایی که من میدونم نه، و پرورشگاه هم 100 سال الان در حال کاره و 100 سال پیش که پدر بزرگم این کار شروع کرد. یکی از من این داستان رو در واقع دایی بر من تعریف کرد که کسایی که کار فرش میکردن از اینکه این بچه ها جمع بشن و ازشون حمایت بشه خیلی ناراحت بودن و یه آقای اتفاقا گفته بودن که این آدم رو بکش و این آقا هم اتفاقا داشته همینطور نگاه میکرده که مثلا امروز کجا میره این آدم اینا. بعد مثلا تا جا که یادم میاد مثل که مثلا دستشون ماس بوده، بعد این آدم بهش حمله کرد به پدر بزرگم که مثلا اینم واکنش داشته باشه شروع کنه با هم دعوا اینا،
بعد فقط خودشون رو جمع جور میکنن و میرن. بعد مثلا یه هفته بعد این آدم مثلا نشسته، خب من چیکار کنم، قرار بود من این آدم رو بکشم، حالا چجوری؟ در میزنن میگن که کار شما شمع درست کردنه، بوی شمع شما خوب نیست، من این یه هفته گذاشتم پیدا کنم چجوری بوی شمع شما رو خوب کنم، میخوام این شما این شغل رو یاد بگیرین که دنبال کشتار مردم نرید. یعنی اینجوری این برنامه شروع شده، خیلی خیلی ارگانیک، خیلی پرسونال و دولت پیشش کاره بوده. من در مورد باز فکر میکنم زهره توضیحات کاملتری میده، ولی خب توی فیلم هم داره توضیح داده میشه که اونجا اصلا متکی به فرد نبود، البته به هر جهت، چه زمانی که خانم صنعتی بود، چه زمانی که همایون، هر شخصیت کاریزماتیکی توی اون فضا تأثیر خودشو میذاشت، ولی جزو ویژگی های آقای صنعتی این بود که ساختار درست میکرد برای اونجا و هر جایی قبل از اون بود و برای اینجا هم همین کار کرده. در زمان حیاتشون اونجا یه هیئت امنا داشت، هیئت مدیره داشت، مدیر عامل داشت که میگم زمانی که خودشون بودن طبیعتاً تأثیر اون شخصیت بود، ولی اینقدر این کار و این آدم برای همه اون منطقه ارزشمنده که همه به عشق و به حرمت اینها همچنان اونجا سرپاس و همچنان موفق. اولی شما بچه‌ها، من فکر می‌کنم اسم زهرا یه اسمی که واقعا خیلی در ایران پاپولاره، به همین دلیل. یعنی فکر می‌کنم مثلا اسم مادرتون هم زهرا بود، مادر بزرگتون هم زهرا بود، زهرا بودن. من فکر می‌کنم البته اون بی تأثیر نبود. بله، در واقع مقصر اصلی ایشون هم، ولی بی تأثیر هم نبوده نسلهای قبل. یعنی اسم این زهرا هم همایون بود. بله، خب دوست داشتن اسم زهرا رو دیگه. ببخشید سال دومتون؟ سال دوم هم بله. ببینید بله، یعنی حقیقت حالا شاید خیلی کوتاه بتونم بگم که الان نزدیک به 3 ساله یک ایده من و خانم بنی اعتماد مشترک داشتیم که اجرایش کردیم، یک مجموعه فیلم مستند. یعنی یه زمانی خانم بنی اعتماد گفت هر کدومون به تنهایی دیوانگی‌هایی داشتیم، اینا رو جمع زدیم سر هم و یه مجموعه فیلم مستندی رو تو بخش خصوصی شروع کردیم که دقیقاً معرفی شخصیت‌های اینچنینی نیست. تا الان تونستیم 6 تاشو در واقع تموم کنیم. البته این دو در واقع مجموعه رو من و خانم بنی‌اعتماد با همراهی یک NGO پژوهشی بیشتر در واقع در مورد آدم‌ها شناسایی شدن، من و خانم بنی‌اعتماد طراحی و تهیه کنندگی می‌کنیم و هر کدوم از فیلم‌ها رو یک مستندساز دیگری می‌سازه. فعلا 6 تاشو تموم کردیم که امیدواریم تا 1 ماه دیگه آماده نمایش بشه و امیدواریم که بتونیم 20 تای دیگرش رو هم در واقع تولید کنیم توی سال آینده، چون معتقدم اتفاقا الان نیاز امروز جامعه ایران اینه که این الگوها رو ببینه و بهشون فکر کنه. من فیلمو واقعا دیدم، خیلی خوشحال شدم که از این مسئله داکیومنتری که خود در رابطه با کارآفرینی و کل این پروسس رو شما توضیح بدید، ولی با یک ظرافت و یک قشنگی بسیار زیبایی و اون توقعات شما واقعا من امیزینگ رو بازیچین بیاییم یک داکیومنتری از لاو استوری هم دارید درست میکنید که من تازه نایده بودم. همیشه لاو استوری رو به صورت یک سلسل رو چیز بدید، ولی این داکیومنتری لاو استوری رو واقعا شما بسیار بسیار زیبا داکیومنتش کردیم و با چه
نکته های قشنگی اینو تو فیلمتون جمع‌بندی کردیم و واقعا بسیار به نظر من بی‌باوری داشتیم. ولی مهمترین اتفاق این بود که آقای صنعتی این رو واقعا در واقع ایشون ایجاد کرد. با اجازه چون وقت برنامه تموم هست، فقط قبل از این تموم کنیم خانم صنعتی شما صحبتی دارید؟ ما خوشحال میشیم شما Thank you.